فراخوان دکتر احمد الالوانی رئیس کمیسیون اقتصاد پارلمان عراق به اوباما برای مداخله فوری جهت آزادی هفت گروگان اشرفی و تأمین حفاظت لیبرتی. قتل‌عام هولناک اول سپتامبر در اشرف از بارزترین نمونه های جنایت طراحی شده توسط رژیم ایران و نیروی قدس است که در همکاری تنگاتنگ با نیروهای امنیتی مالکی به اجرا درآمد. ما نمایندگان پارلمان عراق عمیقاً در نگرانی همکارانمان در کنگره و سنای آمریکا سهیم هستیم و از شما می‌خواهیم برای آزادی هفت گروگان مداخله کنید و اجازه ندهید استقلال و حاکمیت عراق از سوی رژیم ایران به گروگان گرفته شود. آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا، همانطور که در سفر شکست خورده نوری مالکی به آمریکا به اثبات رسید، بخش وسیعی از کنگره و سنای آمریکا در نگرانی مردم و نیروهای ملی و دموکراتیک عراق از رشد دیکتاتوری جدیدی که از سوی مالکی سراسر کشور ما را در نوردیده سهیم هستند. اما دولت آمریکا کماکان به حمایت خود از این دیکتاتوری ادامه می‌دهد. امری که موجب شگفتی و البته خشم توده‌های میلیونی اعتصاب کننده و تظاهر کنندگان و همچنین نیروهای ملی و میهن پرست عراقی شده است. کار به جایی رسیده که مالکی به خودش جرأت می‌دهد بعد از دو دور دیکتاتوری و انحصار طلبی و به حاشیه راندن شرکای سیاسی و کوچ دادن‌ها و اعدام‌های دست جمعی به فکر گرفتن چراغ سبز برای دوره سوم نخست وزیریش نیز بیفتد. فاجعه‌ای که در صورت وقوع به جد روی کل پروسه سیاسی در عراق تأثیرات منفی و غیر قابل انکاری خواهد گذاشت. همه می دانند که وضعیت وخیم امنیتی در عراق نتیجه نفوذ بی حد و حصر و طرح‌های ویرانگر رژیم ایران است که آن را از طریق شبه نظامیان مالکی به اجرا در می آورد. یکی از بارزترین نمونه های جنایات طراحی شده توسط رژیم ایران و نیروی قدس که در همکاری تنگاتنگ با نیروهای امنیتی مالکی به اجرا در آمد، قتل عام هولناک اول سپتامبر در کمپ اشرف بود که طی آن 52 پناهنده بی‌دفاع به جنایتکاران ترین شکل قتل عام شدند و 7 تن از آنان توسط نیروهای دولتی ربوده و به گروگان برده شدند. همانطور که مطلع هستید و در جریان دیدار مالکی از آمریکا نیز به شکل برجسته‌ای خودش را نشان داد، این قتل عام فجیع و سرنوشت گروگان‌های ربوده شده توسط مالکی نگرانی و انزجار گسترده‌ای را در میان نمایندگان کنگره و سنای آمریکا برانگیخته است و آنها به درستی فروش هر گونه سلاح به دولت مالکی را به آزادی فوری این گروگان‌ها مشروط ساختند. ما نمایندگان پارلمان عراق نیز عمیقاً خود را در نگرانی همکارانمان در کنگره و سنای آمریکا سهیم می‌دانیم و مصرانه خواستار مداخله شما در پاسخ به این خواسته عاجل و انسانی آزادی هفت گروگان اشرف هستیم. با آزادی هفت گروگان اشرف اجازه ندهید اصول اخلاقی و انسانی و عربی مردم عراق و استقلال و حاکمیت آن از سوی رژیم ایران و مزدورانش در عراق به گروگان گرفته شود. با احترام، احمد الالوانی، رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری پارلمان عراق. نبیل محمد حربو، نماینده پارلمان عراق: مالکی باید به مسئله ساکنان گروگان‌های کمپ اشرف پایان دهد. منافع عراق در آزادی ساکنان ربوده شده اشرف و بازگرداندن سالم آنهاست. نبیل محمد حربو، نماینده پارلمان عراق، خطاب به مالکی گفت به مسئله ساکنان به گروگان گرفته شده کمپ اشرف بر مبنای اصول انسانی پایان بدهد. نماینده پارلمان عراق نبیل محمد حربو تصریح کرد منفعت عراق در آزادی ساکنان ربوده شده اشرف و بازگرداندن سالم آنهاست. به افزود ایجاد این مشکلات و بحران‌ها فشار بر عراق را بالا می‌برد.
به خصوص با فشارهای بین المللی که در سومین ماه اعتصاب غذای ساکنان لیبرتی و برای حل این مشکل وجود دارد. هربو گفت ساکنان کمپ ارشف به محلی موسوم به کمپ لیبرتی منتقل شدند که برای زندگی مناسب نیست و طی این مدت محدودیت‌ها و فشارهای زیادی بر آنها تحمیل شده است و قبل و بعد از انتقال به این کمپ مورد حمله و هجوم‌های مکرر قرار گرفتند که بر اثر آن ده‌ها تن از ساکنان این کمپ کشته و مجروح شدند. اعلام همبستگی دکتر میناس ابراهیم دبیر کل حزب دموکرات مسیحی عراق با مجاهدان در اعتصاب غذای لیبرتی. در رزمتان برای رهایی 7 گروگان ربوده شده و برای تأمین حفاظت لیبرتی ما در کنار شما هستیم. ويا الأخوات المجاهدات والإخوان المجاهدين في معسكر ليبرتي، نحن على اطلاع دائم على صمودكم، هذا الصمود الذي يسمع النصر، وأن إضرابكم عن الطعام من أجل الإفراج عن إخوانكم 7 الذين خطفوا وأصبحوا رهائن لدى الجهات الأمنية، نحن معكم ونؤيد صمودكم الوطني الإنساني، وإن شاء الله نحن سوف نوجه رسائل عديدة لمساندة مطلبكم هذا، وأنا واثق من أن الضغوط الدولية سوف تأتي بنتيجة إيجابية من أجل الإفراج عن هؤلاء المجرمين 7 الذين خطفوا من قبل الأجهزة الأمنية والنظام الإيراني، ونحن دائما معكم في جهادكم من أجل إيجاد حل عادل لقضية معسكر أشرف ومعسكر ليبرتي والخلاص من هذا المأزق الذي وضعتكم الحكومة العراقية فيه بمساندة النظام الإيراني، وإن شاء الله سوف تكمل كل هذه الجهود بالنجاح إن شاء الله. فأفرضوا أيها المجاهدين والمجاهدات أن الله معكم لأنكم على حق. تجمع استادان دانشگاه‌ها و روشنفکران بغداد. جان 7 گروگان ربوده شده اشرف را نجات دهید و امنیت لیبرتی را تضمین کنید. سکوت غیر قابل قبول است. باید دست به عمل بزنیم و مطمئن شویم جنایت دیگری تکرار نخواهد شد. حمایت ما از خواهران و برادران مجاهدمان در کمپ لیبرتی تا رسیدن به آزادی و تحقق دموکراسی در ایران ادامه خواهد یافت. تجمع استادان دانشگاه‌ها و روشنفکران بغداد خطاب به سازمان ملل. جان 7 گروگان ربوده شده را نجات دهید. طی سال‌های گذشته ما همواره هشدار دادیم که احتمال وقوع تراژدی و حمله علیه پناهندگان بی‌دفاع کمپ‌های اشرف و لیبرتی وجود دارد. لکن شما طی این سالیان به طرز تأسف‌باری این هشدارها را نادیده گرفتید و اکنون یک بار دیگر شاهد یک صحنه وحشتناک قتل عام در اشرف هستیم. دیگر بیش از این نمی‌توان سکوت کرد. باید دست به عمل بزنیم و مطمئن شویم جنایت دیگری تکرار نشود.
در حال حاضر در رابطه با موضوع آزادی هفت گروگان، دولت عراق از اعتراف به ربودن آنها که با زور انجام داده تفره می رود. از نظر ما مسئولیت حفظ جان این هفت گروگان بر عهده سازمان ملل است. شما علاوه بر مسئولیتی که دارید باید به دولت عراق فشار بیاورید تا آنها را سالم بازگرداند. در این زمینه بسیار مهم است که جامعه بین المللی و به طور خاص سازمان ملل اقدامات جدی جهت آزادی فوری گروگان‌ها انجام دهد و امنیت لیبرتی را تضمین نماید. این کمپ تا کنون 3 بار مورد تهاجم موشکی قرار گرفته و تعداد زیادی از ساکنین آن کشته و مجروح گشتند. لذا ما خواستار تأمین حفاظت کمپ لیبرتی توسط نیروهای کلاه آبی وابسته به سازمان ملل و حضور ناظرین سازمان ملل در این کمپ به طور 24 ساعته و در تمام طول هفته هستیم. حمایت ما از خواهران و برادران مجاهدمان در کمپ لیبرتی تا رسیدن به آزادی و تحقق دموکراسی در ایران ادامه خواهد یافت. بیانیه شیخ ولید العذابی رئیس جریان انقلابی 20 تموز: ما دولت آمریکا را به وادار کردن مالکی برای آزادی فوری هفت گروگان فرا می‌خوانیم. عراق به تومه آسانی برای آخوندهای حاکم بر ایران بعد از دخالت‌های گسترده در امور کشور مجروح ما تبدیل شده است و جنایت‌های مالکی تا میهمانان عراق ادامه پیدا کرده است. او به وسیله شبه نظامیان هر نوع جنایت ضد بشری را به خاطر رضایت اربابانش از خامنه‌ای تا قاسم سلیمانی به اجرا در می‌آورد. مالکی کنوانسیون‌های بین‌المللی ژنو را در مورد حقوق بشر و حفاظت از پناهندگان نقض کرده است. ما آمریکا را به تحقیق درباره جنایتی که مالکی و شبه نظامیانش در حق ساکنان اشرف در سپتامبر گذشته مرتکب شدند فرا می‌خوانیم. جنایتی که به شهادت 52 نفر و ربودن 7 نفر که 6 تن از آنان زنان شریف مسلمان مبارز هستند منجر شد. بر عهده ایالات متحده آمریکاست که مالکی را به آزادی گروگان‌ها و اجرای کنوانسیون ژنو در حفاظت ساکنان لیبرتی وادار کند. ما بر همبستگی خودمان با برادران مجاهدمان باقی هستیم، چرا که ما و شما در یک سنگر واحد و با هدف واحد و در برابر دشمن مشترک هستیم. فراخوان کانون روزنامه نگاران آزاد عراق و آزادی فوری 7 گروگان اشرفی: ما مالکی را مسئول هر آسیبی به این گروگان ها می دانیم و اعلام می کنیم که مجاهدین برخوردار از کلیه ی حقوق بر اساس قوانین و کنوانسیون های بین المللی هستند. مدت زمانی طولانی است که اعضای اپوزیسیون ایران مستقر در عراق، مجاهدان اشرف و لیبرتی مورد تعرض و هجوم متوالی از سوی مزدوران رژیم فاشیستی آخوندی در داخل دولت عراق قرار دارند و خون آنان در این حملات شریرانه و جنایتکارانه که از سوی نیروهای دولتی عراق فرماندهی می شود بر زمین ریخته شده است. قتل عام در اشرف و ربودن 7 مجاهد که 6 تن از زنان مجاهد اشرفی هستند جنایت جدید مزدوران رژیم ایران در حکومت عراق است. ما در انجمن نویسندگان آزاده به شدیدترین وجه اقدام حکومت مالکی در ربودن این گروگان‌ها و زنان مجاهد را محکوم می‌کنیم و از نظر ما این یک اقدام غیر اخلاقی و غیر انسانی و منافی با عرف و احکام ادیان آسمانی و همچنین مغایر با توافقات بین المللی به ویژه کنوانسیون 4 ژنو در مورد پناهندگان است. ما از جامعه بین المللی خواهان اقدام فوری برای آزادی گروگان‌های ربوده شده از اشرف هستیم. همچنین ما مالکی را مسئول هر آسیبی به این گروگان‌ها می‌دانیم و اعلام می‌کنیم که مجاهدین برخوردار از کلیه حقوقشان بر اساس قوانین بین المللی و کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد هستند. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 20 آبان 1392: دو ماه و نیم پس از حمله به اشرف، دولت عراق از بازگرداندن تیوال‌ها
و تأمین حداقل‌های امنیتی و انسانی در لیبرتی جلوگیری می‌کند. به راه افتادن سیلاب و ناممکن شدن رفت آمد در بخش‌هایی از لیبرتی بر اثر ریزش باران. دو ماه و نیم پس از حمله و آدم روایی در اشرف توسط نیروهای عراقی، نیروهای تحت امر مالکی از تأمین حداقل‌های امنیتی در لیبرتی جلوگیری می کنند. در حالی که طرح مشترک یونامی و سفارت آمریکا در بغداد به تاریخ 5 سپتامبر که توسط دولت عراق نیز تایید شده بود تصریح می کند، دولت عراق سلامت و امنیت ساکنان کمپ لیبرتی را تضمین می کند و کلیه اقدامات امنیتی لازم برای جلوگیری از هر گونه حمله موشکی یا تهدید امنیتی علیه کمپ لیبرتی را اتخاذ خواهد نمود. این طرح می افزاید دولت عراق با نصب دیوارها موافقت می کند و پیرو توصیه امنیتی سازمان ملل اجازه کیسه های شنی افسوده برای حفاظت ساکنان در کمپ لیبرتی را می دهد. اما دولت عراق در عمل به جای 17500 تیوال که حفاظ بنگال ها بودند، تنها در ماه سپتامبر 192 تیوال یعنی حدود 1% آنها را در لیبرتی نصب کرد و از آخر سپتامبر از ادامه ورود و نصب تیوال ها جلوگیری می کند. تیوال ها تنها امکانی است که می تواند آسیب پذیری ساکنان در قبال ترکش موشکباران و خمپاره باران را پایین بیاورد. همزمان دولت عراق در نظر دارد به دستور رژیم آخوندی دوربین های جاسوسی بیشتری را در لیبرتی نصب کند و نصب این دوربین ها را به عنوان تدابیر امنیتی و برای حفاظت از ساکنان به آمریکا و سازمان ملل غالب کند. از سوی دیگر به رغم هزاران ملاقات و مراجعه و نامه‌نگاری و تماس ساکنان و نمایندگان آنها در لیبرتی، واشنگتن، نیویورک و ژنو، دولت عراق از تأمین سایر حداقل‌های امنیتی و انسانی در لیبرتی از جمله سازندگی و جاده سازی و زهکشی آب در یک سال و نیم گذشته جلوگیری کرده است. از همین رو با شروع بارندگی وضعیت لیبرتی بار دیگر به صورت بحرانی در آمده است. جمع شدن آب و به راه افتادن سیلاب راه‌های خاکی لیبرتی را برای خودروها و نفرات پیاده غیر قابل عبور کرده است، چیزی که به ویژه برای بیماران و مجروحان غیر قابل تحمل است. تلاش‌های مکرر ساکنان از اوائل 2012 برای اینکه پیمانکاران عراقی با هزینه خود ساکنان جاده ها را آسفالت و سیستم زهکشی را تعمیر و بازسازی کنند با مانع دولت عراق مواجه شده است. بسیاری از بنگال ها به خاطر فرسودگی و اصابت ترکش در موشکباران های فوریه و ژوئن 2013 از آب باران پر و غیر قابل استفاده شده است. از مدت ها پیش ساکنان چسب های سیلیکون و اقلام تأسیساتی برای آببندی بنگال ها خریداری کرده بودند، اما نیروهای تحت امر مالکی اجازه ورود آنها به کمپ را ندادند. مراجعات مکرر به یونامی و سفارت آمریکا مشکل را حل نکرده است. مارتین کوبلر با جعل و دروغگویی لیبرتی را تحت عنوان یک محل عبور موقت که از حداقل های انسانی برخوردار است به ساکنان غالب کرد و آنها را از اشرف به لیبرتی منتقل کرد. اکنون بعد از گذشت 21 ماه و به رغم هزینه کردن 20 میلیون دلار در این کمپ از سوی ساکنان، هنوز هم از استانداردهای انسان دوستانه فاصله زیادی دارد. ضمن این که کمپ موقت ترانزیت محل استقرار چند هفته‌ای یا ماکسیمم چند ماهه است و این عنوان برای لیبرتی هیچ موضوعیتی ندارد. مقاومت ایران با توجه به تعهدات مکتوب و مکرر دولت آمریکا و ملل متحد در قبال امنیت و سلامت ساکنان لیبرتی، خواهان مداخله فوری رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا و دبیر کل ملل متحد برای تأمین حداقل‌های امنیتی و انسانی در لیبرتی است.